میگفت خسته بودم، یعنی هر کی جای من بود بعد 8 ساعت کار مداوم و سرپای ایستادن و جابجا کردن اون همه کارتون دیگه رمقی واسش نمیموند. اون روزم از اون روزا بود. نزدیک عید بود و کار ما چند برابر همیشه. وقتی رسیدم خونه له له بودم. کیف و کفش رو یه گوشه انداختم و روی کاناپه وسط حال ولو شدم. حتی حالشو نداشتم که بلند شم و دو قدم تا آشپزخونه برم و یه لیوان آب بخورم. نفهمیدم کی چشام گرم شده بود و خوابم برده بود که با صدای همیشگی داد و فریاد همسایه طبقه بالایی از خواب پریدم. تازه اومده بودن، یه ماهی میشد. آقای صفاپور اینا که خونه خریدن و رفتن، صابخونه آپارتمان رو به یه زوج جوان کرایه داد. یکی نبود که بهشون بگه شما که نمیتونین همدیگر رو تحمل کنید، چه اصراریه که زیر یه سقف زندگی کنید. یادش بخیر، آقای صفاپور و خانومش واقعا مصداق کامل نام فامیلیشون بودن. یه زندگی پر از صفا و صمیمیت. ولی در مقابل این دو نفر، خدا رحم کرده بود که بچه‌ای توی کار نبود. اگه نه تو این محیط پر از تنش، چی بار میومد خدا میدونه. ولی به نظرم اون روز دیگه قضیه از داد و قال و این حرفا گذشته بود. از صدای گریه و جیغ و فریادای خانومه معلوم بود که آقای دست بزنم داره. من که خانومه رو ندیده بودم، ولی همسایه‌ها میگفتن خیلی دروشیکل نیست و ریزه میز است. وقتی تصور میکردم که اون مرده با اون قد و هیکل دست رو زنش بلند میکنه، اعصابم خیلی به هم میریخت. واقعا دیگه اینجا جای زندگی کردن نبود، باید دنبال یه خونه دیگه میگشتم. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که با یه فصل مشترک دیگه با شما همراه شدم. شاید تصور کنیم که خشونت علیه زنان فقط مسئله زنانه، ولی در واقع ما الان توی قرنی زندگی میکنیم که خیلی از مردان به عنوان پدر، پسر، همسر و یا معلم واقعا خواستار این هستن که زنان و دختران اطرافشون خوشبخت و سعادتمند باشن. ولی اینطور به نظر میاد که تنها خواستن کافی نیست. از اونجایی که بسیاری از قوانین توسط مردها تدوین و اجرا میشه، اگه مردانی که مخالف این نوع خشونت ها هستن سکوت کنند و حرفی در این باره نزنن، شاید بقیه فکر کنند که این خشونت ها از نظر اونها قابل قبول و پذیرفته شده است. پدرها به عنوان الگو و سرمشق پسرها نقش مهمی در این راستا دارن. اونها میتونن با رفتار خودشون ثابت بکنن که این اعمال خشونت آمیز نوعی از رفتار مردانه نیست و توجیه برای اون وجود نداره. به نظر شما نگاه فرد چطور میتونه برای رفع این معضل تاثیرگذار باشه؟ زن و مرد بودن افراد مهم نیست. مهم اینه که اونها نقش مثبت یا منفی اجرا بکنن. اگر فردی مثبت باشه، در هر حال چه زن چه مرد میتونه باعث رشد و ترقی جامعه بشه، و اگر فردی منفی و مخرب باشه، در هر جنسیتی میتونه جامعه رو به فساد و نابودی بکشونه. یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مقابله و پایان دادن به خشونت علیه زنان میتونه آموزش مردان و پسران باشه. بنا به اذعان صندوق جمعیت ملل متحد، در حال حاضر مردان و پسران در تمامی محیط‌ها مثل خونه، مدرسه، محیط کار، رسانه و فضای اجتماعی هنجارهای ناظر بر نابرابری میان مردان و زنان رو یاد میگیرند و در اذهان همشون این هنجارها نهادینه میشه. به منظور اجرایی شدن تساوی جنسیتی، بایستی تصورات ذهنی مردها از مرد بودن و مردانگی دستخوش تغییر و تحول بشه. در نتیجه باید تمامی آموزه‌ها و عواملی که در شکل‌گیری این تصور نقش داشتند متحول بشه. این تغییر تنها زمانی کار آمده که مردها خودشون به صورت فعال و مؤثر در اجرای اون شرکت کنند. برای اینکه با ابعاد این موضوع بیشتر آشنا بشم، رفتم سراغ خانم سپیده جدیری، نویسنده و فعال در حوزه حقوق زنان، و در این خصوص با ایشون گفتگویی داشتم. ازتون دعوت میکنم در برنامه این هفته فصل مشترک بیننده این گفتگو باشید. سپیده جدیری عزیز، ممنونم که باز هم در برنامه فصل مشترک مهمان ما شدید.
سلام آقای ملکوتی و سلام بینندگان عزیز. منم خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. سپیده جان، با توجه به محدودیت‌های قانونی و حتی بعضی وقتا غیر قانونی ولی مبتنی بر عرفی که در بعضی کشورها مثل کشور خودمون ایران وجود داره در مورد زنان، مردان چه کاری میتونن بکنن که کمک بکنن به احقاق حقوق زنان؟ واقعیت اینه که چیزی که من از مردان جامعه ایرانی میبینم، حالا حتی سطح بالاترین و مثلا بگیم حالا روشنفکرترینشون، به دلیل اینکه آموزشی به اون شکلی ندیدن در مورد اینکه اصلا حالا حقوق زنان چی هست. یعنی مثلا میام مطرح میکنیم با مرد تحصیل کرده، با مرد روشنفکر، و میگن حقوق مردان هم داره توی ایران پایمال میشه، شما چرا مثلا اعتراض دارید در این حد، مثلا این ما شرایطتون. بعد ما میگیم که خب مسئله زن توی یک جامعه ایدئولوژیک یا یک حکومت ایدئولوژیک در واقع دو برابر این تبعیض داره در موردش اعمال میشه. اگه به شما داره، درسته حقوق شما هم به عنوان انسان داره اونجا پایمال میشه، خیلی از به عنوان اصلا حالا چه زن چه مرد دارن سرکوب میشن از خیلی از نظرها تو اون مملکت، اما زن دو برابر به خاطر جنسیتش داره سرکوب میشه. یعنی وقتی مثلا خب مسئله پوشش هست، خب مسئله همون دیه هست، مسئله وراثت هست، یعنی ارث هست، مسئله خدمت نرس کنم حق حضانت هست، هزار چیز دیگه هست که ما میبینیم که خب زن عملا دو برابر داره در حقش اجحاف میشه، ولی این آگاهی در جامعه ایرانی به اون شکل وجود نداره، به خصوص میان مردان. و من فکر میکنم که ما تا زمانی که سطح آگاهی مردان رو بالا نبردیم در این زمینه، نمیتونیم اونقدر انتظاری هم داشته باشیم که همراهی کنن مثلا با فعالان حقوق زنان و بیان مثلا قدمی بردارن در این زمینه. اول باید ما آگاهی بدیم، ولی حالا راه آگاهی دادن رو هم بستن. متاسفانه فرض کنید تمام این فعالین زنان تو ایران یا دارن دستگیر میشن، بازداشت میشن، یا صداشون خفه میشه که هیچ حرفی نتونن بزنن. خب چطوری ازم میشه اون جامعه رو آموزش داد؟ از این طرف آب هم که وقتی مسائلی بنویسیم، صحبتی بکنیم، تأثیرش اونقدر زیاد نیست که کسی که داخل هست بتونه تأثیر بذاره. خب اون داخل رو اصلا نمیذارن تأثیر گذار باشه. یعنی در واقع حکومتی که خب کلن زن رو کمتر از مرد میدونه، یعنی زن رو در جایگاه فرودست مینشونه و مرد رو در جایگاه فرادست، چطور میتونه بپذیره که اصلا چیزی به نام فعالیت در زمینه حقوق زنان وجود داشته باشه تو اون جامعه؟ و خب مسلماً فعالان حقوق زنان سرکوب میشن، بازداشت میشن، و همونطور که میبینید سایت هاشون فیلتر میشه، حتی سایت های داخل ایران دارن در میان فیلتر شده. خب عملا نمیشه اونقدر کار کرد رو آموزش این جامعه. اما مثلا من حرکت های کسانی مثل مهسی علی‌نژاد رو در این زمینه مثلا خب خیلی ارزشمند دیدم، چون میاد عملا روی عموم جامعه، عامه مردم دست میذاره و میاد همراهی مردها رو برای مثلا مسئله حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری، میاد همراهی مردها رو میطلبه. این حرکت مهسی یعنی میاد به شکلی آموزش میده، به شکلی اطلاع رسانی میکنه که برای اون مرد هم جا بیفته که حجاب چطور میتونه در واقع پایمال شدن حق اون زن باشه، حجاب اجباری. حتی مثلا زن محجبه میاد همراهی میکنه اینجا و میگه آقا من برای خودم حجاب رو میپذیرم که انتخاب خودمه، اما حجاب اجباری رو من هم مخالفشم. این داره آموزش میده، به شکل خیلی گسترده‌ای داره این کار رو انجام میده. واسه هم به نظر من حرکتش ارزشمنده. و ما میبینیم که خب توی این حرکت مثلا تو برنامه چهارشنبه‌های سفید چقدر مرد همراه شدن با زنها، همسرهاشون، برادرانشون، دوستانشون، و لباس سفید پوشیدن و در اعتراض به حجاب اجباری. اومده مسئله حجاب اجباری رو از مسئله فقط زنانی که به حجاب اعتقاد ندارن تبدیل کرده مسئله کل جامعه، مسئله مرد، زنی که به حجاب اعتقاد نداره و زن محجبه. همه اینها با هم متحد بشن علیه یک قانون تبعیض‌آمیز. خب این حرکت خیلی ابتکار عمل میخواد که بتونیم اون مردا رو به خصوص همراه بکنیم، و خوشبختانه اون داشته چنین چیزی رو. خب ما باید دنبال چنین حرکت‌هایی باشیم، یعنی به شکلی عمل بکنیم که تشویق بشن مردها که همراهی کنن با زنها برای در واقع اعتراض به پایمال شدن حقشون. و
از طریق جنگیدن با مردها، از طریق اینکه بگیم شما درک نمی‌کنید ما رو اینها، به نظر من مؤثر نیست. اتفاقا روش آموزشی و تشویقیه که مؤثره و من فکر می‌کنم مسیح این کارو کرده توی حرکتش. و ما اگه بتونیم حرکت‌های اینچنینی داشته باشیم از طریق از طرف فعالای دیگه حقوق زنان توی مثلا مسائل دیگه، حالا اون به مسئله حجاب پرداخته، ما میتونیم مسئله دیگه هم بپردازیم و بتونیم اون وقت همراهی مردها رو هم داشته باشیم با آموزش درستی که میدیم و با تشویقی که انجام میدیم، من فکر میکنم اون موقع میتونه مؤثر باشه. ولی الان در شرایط الان که مردهای ما اونقدر آگاهی ندارن در این زمینه، من انتظاری هم ندارم که اونقدر بتونن همراهی بکنن. پس قدم اول آگاهی رسانی و تربیت. بله دقیقا. درست. حالا با به نقش مردان اشاره کردیم، خود زنها میتونن چه نقشی رو به عهده بگیرن برای اینکه بتونن به حقوق برابر دست پیدا بکنن؟ من بازم حالا باز بهتر برگردیم به بحث آموزش. همونطور که گفتم خب متاسفانه دارن فرآیند حقوق زنان رو تو ایران سرکوب میکنن. کسی که میتونه آموزش بده در این زمینه و زنان رو اصلا آشنا کنه با حقوق اولیه‌شون، که اصلا شما چرا باید مثلا حقوق شما با حقوق یک مرد در این جامعه متفاوت باشه و شما چرا براتون سوال پیش نمیاد، این رو کی میتونه به اینها بگه؟ فعالان حقوق زنان میتونن بگن و اونها رو خفه میکنن عمل صداشون رو. خب اون زنها چطوری میتونن آگاهی پیدا کنن اصلا از حقوقشون؟ مسئله من به نظر من برای زنها هم در درجه اول باید ما مسئله آموزش رو پررنگ کنیم و آگاهی رسانی رو. خب این آگاهی وجود نداره در سطح جامعه ما و زن میاد عملا با جامعه مردسالار همراهی میکنه در سرکوب زنهای دیگه، در مثلا سرکوب زنی که پوششش با پوشش اون فرق میکنه، میاد به اون برچسب میزنه، میاد میگه تو خلاف عرف رفتار کردی، تو مثلا زن خوبی نیستی از نظر ما. این در واقع اون زن خودش میشه صدای جامعه مردسالار، صدای اون مردهای مردسالار. در نتیجه اینجا یا مثلا ما مثلا توی مجلس داریم، توی مجلس زنانی داریم که مثلا برای کمیسیونی در مجلس هستن که باید در واقع مطالبات زنان رو در مجلس مطرح کنن، ولی اینها میان عملا مطالبات جامعه مردسالار رو بر زنان مطرح میکنن، یعنی میان تثبیت میکنن و میان در واقع اون بحث کلیشه های جنسیتی رو پررنگ میکنن، میان مثلا نقش زن رو به عنوان یک همسر که چطور باید باشه، باید آشپزی کنه، باید بچه داری کنه، بهتر سر کار نره وقتی بچه داره، مثلا میان چنین چیزهایی رو تبلیغ میکنن. و من فکر میکنم خب خود اون زنی که توی اون مجلس هست حتی به تحت تاثیر اون جامعه مردسالار قرار گرفته که چنین حرفایی رو میزنه، حتی به قدرت خودش اون آگاهی نداره که تو در یه جایگاهی هستی که الان ممکن از یک مردی که در اون مجلس نیست تو خیلی قدرت بیشتری داشته باشی و تو میتونی در برای حقوق زنان قدمی برداری. اون خودش حتی نمیدونه. من فکر میکنم زنای ما رو جوری تو اون کشور تربیت کردن که حتی در جایگاه وزیر و مشاوره نمیدونم رئیس جمهور رو توی مجلس هم باشن، خود اونها به حقوق خودشون آگاهی ندارن و به قدرت خودشون آگاهی ندارن، در نتیجه هیچ تأثیری نمیتونن بذارن. من فکر میکنم آموزش باز برای زنهای ما قدم اول هست. متشکرم. خواهش میکنم. یه فصل مشترک دیگه هم به پایان رسید. ممنونیم که با ما همراه بودید. شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید مستقیماً با تهیه کنندگان برنامه فصل مشترک در ارتباط باشید. فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک‌تر کنه. تا یه برنامه دیگه هوای همو داشته باشید.